احمد الحسن فرزند اسماعیل از قبیله‌ای به نام سیامر تو منطقه‌ای به نام حویر از توابع بسره روستای الحنبوشی متولد 1973 1999 اعلام کرد که فرستاده حضرت بعد شد وصی بعد شد بچه امام زمان. با اینکه سید نیست، یعنی اون قبیله اونجا بود بشه، اون قبیله شون هیچ کدوم سید نیستن، این یه دونه واسه سیده. با اینکه سید نیست عمامه سیاه گذاشت و مجامع عمومی ظاهر شد و یه فیلم هم ازش هستش، رو منبر نشسته و داره موعظه میکنه، ادعا میکنه. 1998 رفتم عقب. 2003 صدام چی شده؟ سقوط کرده. 5 سال قبل از سقوط صدامه، دقت کنید. به جریان حیدرالمنشداوی پیوست. این با اون گرعاوی، همزی عبدالزهرا الگرعاوی با هم دیگه یه ادعای خاص کردن که ما شاگردان خاص مرحوم صدر هستیم، سید صادق صدر. حالا ادعاش چیه؟ میگه سید یه دروغه. احمد الحسن یعنی احمد الحسن لقبش میگه الحسن. ابن اسماعیل پسر کی؟ ابن صالح، ابن حسین، ابن سلمان، ابن محمد. حدس بزنید محمد که؟ حضرت صاحب زمان. یعنی یه قبیله‌ای با 5 نسل به امام زمان میرسن، خودشون خبر دادن. فقط این یه نفر تو خبر دادن. یه استدلال. اینا اگه اینا همشون مثل حضرت ابراهیم باشن که دیر بچه به دنیا خدا بهش داد، 8 سالگی 8 سالگی هم به دنیا آورده باشن، 4 8 32 320 سال، در حالی که فاصله 1000 اون به دنیا آمدن اونو با به دنیا آمدن امام زمان کم بکنی 784 سال میشه. یعنی از 1104 سال 320 کم کن میشه 784 سال. 784 یعنی امام زمان تو 784 سالگی حالا با زنی ازدواج کرده مثلا، بعد اونا هم تو آخر هر 80 سال یه پسر بدونه، اون پسرم تا 80 سال اینا. واقعا شرم‌آور اینا آدم چجوری باید دری بری بکنه. ادعای مختلفی کرد. من برای شیعیان با ثقلین دلیل میآورم، قرآن اطره. برای اهل سنت با قرآن و احادیث خودشان، برای مسیحیان از عهد جدید، برای یهودیان از عهد عتیق. همین که میگه برای یهودیان از عهد عتیق نمیفهمه، چون مسیحیان هم عهد عتیق رو قبول دارن. برای بیدینان دلایل عقلی میآورم و غیبی. یه سیر ادعاهایی رو شروع کرد. دیدار مکرر بقیت الله الاعظم به صورت مکرر در خواب و بیداری. من هر روز تو خواب بیداری بابامو میبینم. در حالی که ما نامه داریم از خود آقا صاحب الزمان، در یکی از توقیاتشون فرمودن پس هر کس ادعای مشاهده کرد قبل از خروج صوفیانی و صیحه آسمانی کذاب مفتر. خوکو صوفیانی، همین سلفیای سوریه صوفیانی. بابا تو 1999 اومدی، سلفی سوریه کجا بودن اون موقع؟ برای چی امام زمان میگه یک کسی ادعا کرد دروغگوه؟ برای اینکه روزا رو میدیده ولی معصوم. من میدونم بعضی اون افرادی که جذب این آدم شدن، اینا عشق امام زمان دارن. مبادا ابن ملجم در بیه خودت نفهمی ها ظهور و عقب بندازی. خیلی سخته، خیلی سخته. از اینجا رونده اونجا مونده یا؟ حالا صوفیانی هم من قبول، 7-8 سال هم میگذرم. صحه آسمانی کو؟ یه صدای از آسمان میاد که همه مردم دنیا میشنوند. کو این صدا؟ کجا آمده؟ مأمور به برطرف نمودن انحرافات حوزه علمیه. ایشون گفته ادعا کرده من مأمور به برطرف کردن حوزه های علمی هم هستم. توی این مسیر میاد اشاره میکنه به سامری و بلعم باورا. تو همین کتاب العجلش که دو جلدیه، من هر دو جلدم خوندم، آدم نیستم بی حجت شرعی به کسی تهمت بزنم. توی اونجا میگه بابا نگاه کنید، یه ما یه حدیث داریم که وقتی آقا صاحب زمان میاد علما جلوش بگید، علمای چی؟ دین جلوش نیستن. الان آقا صاحب از زمان بیاد و این امام شیعی باشه، فکر کردید محل ظهورم کجاست؟ بگید کنار خونه کعبه. این بنی عبدالوهاب، این وهابی ها با میستن نگاه میکنن امام زمانو تاییدش میکنن. کجای حدیث گفته علمای شیعه جلوش میستن؟ میگه نه، ببینید بلعم باورا و سامری جلو حضرت موسی وایستادن، پس یه سری علمای دین هستن جلو من میستن. خب معلومه جلو تو میستن، چون دریوری داری میگی. خب میخواد اونا رو بکنه چی؟ سامری و بلعم باورا. ادعای دیگه که ایشون گفت من یمانی موعود هستم. اول گفت فرستاده حضرتم، بعد گفت شد یمانی. امام صادق در باب یمانی اینو میفرمان: خروج رجل من ولد عمی زید بالیمن. گفت خارج میشود. اولا یه نکته،
تو روایات ما خروج یمانی داریم. اینا هنو فرق ظهور و خروج رو نمیفهمن. میگه خروج مردی از فرزندان عمویم زید در یمن، یعنی نسب یمانی موعود به کی میرسه؟ به زید. زید کیه؟ پسر امام سجاد علیه السلام، زید ابن علی ابن حسین. با همین یه حدیث تمام شد ماجرای یمانی دروغه. اما مراقب باشید که اینا نفر بعدی که بخوان رو بکنن دیگه این گافشونو چیکار میکنن؟ میپوشونن. اما نکته اینجاست، بعدی امام میگه اول الدجالین، حدیث براتون میارم از بصره، وقتی میاد اون تازه اول دجال هست. تو راه هم بعدی هاشون تو اوضاع پیچیده میشه تو زمان ظهور. استدلال این که من همون یمانی موعودم تو بیانیه که 21 ربیع الثانی 1426 میده. اولا باید دانست که مکه جزء تهامه و تهامه جزء یمن است. یعنی مکه جزء یمنه. همین اول میگه کی گفته همچین حرفی رو؟ پیامبر قال رسول الله. چشم. بنابراین محمد و خاندان محمد همه یمنی هستن. پس همه سادات میشن چی؟ یمنی. آخه یکی از سوالایی میپرسه میگه مگه نمیگه تو یمنی؟ تو عراق چی کار میکنی؟ تو یمن باید باشی. بعد میگه که من اول مهدیین هستم. 12 تا مهدی بعد از امام زمان میان، من اولیشونم. واس خودت داره میگی 12 تا مهدی چی اگرم قبول کنی؟ بعد از کی؟ بعد از امام زمان. تو چی زود اومدی؟ بعد ببین اینا رو میگه، میگه بنابر این یمانی اولین نفر از مهدیان مهدیین و هدایتگران است و مشخص میشود که یمانی اولین مهدی از 12 مهدی است. به این ترتیب نام یمانی احمد و از بصره است، بر گونه راستش نشانی دارد. از کجا آوردی از بصره است؟ و در آغاز ظهورش جوان است و در سر زخمی دارد، کلش شکسته. نه مثلا اگه دستش میشکست و در دست نشانی دارد، در پایش نمیدونم فلان. به خدا سوگند رسول خدا و عمه عطار به دقت به توصیف من پرداختند و محل و جایگاه من را معین کردند و بعد از این سخن هیچ شک و شبهه‌ای در احوال من باقی نمانده و مسئله من روشن‌تر از خورشید وسط روز است. اولا اینها میگن اینو رسول الله فرموده. حضرت رسول خودشون فرموده هر کس بر من به دروغ متعمدن یک دروغ رو به من ببنده فلیتوب مقعده من نار. این اول پاسخ پیامبر بر کسی که بخواد دروغ حدیث رو نسبت بدهش. اولا این حدیث رو از پیامبر نقل نشده، این حدیث از ابن اسیر سنی نقل شده. چه ربطی به پیغمبر داره؟ نامرد. حالا نکته دیگه که این یمانی بودنش رو حواس، این از محلش، از سید بودنش هم که گذاشتیم کنار، از نسلش هم و نسبش هم که به زید باید میرسید، یکی دیگه از 5 تا بابا تراشیده واسه خودش برای امام زمان. حالا بیا امام زمان رو پیدا کن بگو آقای بچه تو یا نه. در حالی که ما تو روایات داریم سید یمانی، سفیانی و خراسانی در یک سال خروج میکنن و نزدیک ظهوره. نکته خدمتتون عرض کنم، الان اون از سارخی که خدمتتون گفتم گفته شده آیت الله فلان، اونو بهش میگن سید حسنی. قشنگ یه ذهنیت داره وجود دشمن داره مهرهاشو چیکار میکنه؟ میچینه. بعد اینا دنبال امام زمانی هم هستن، بهتون میگم که اسمش هم میگه تو عراق اینا یه نفرم اینا میشن، این میشه یمانیش، اون میشه سید حسنیش. اما اینا الان گیر مثلا سید خراسانی هن. چرا؟ چون تو اینجا ما محکم وایسادیم این غلطا نمیتونم بکنم. خلاصه اسم یمانی موعود منصور نه احمد، معجم الاحادیث المهدی جلد 3 جزء 4 صفحه 284. خروج یمانی همزمان با خروج سفیانیه، زودتر اومدی آقا. خروج یمانی از شهر صنعا پایتخت کشور یمن نه از بصره، معجم الاحادیث المهدی جلد 3 جزء 4 صفحه 248. نکته دیگه ادعایشون که ایشون گفته اول المهدیینه. ببین ما توی برخی روایات داریم، اینا دست باشن روی روایت ضعیف السند، من سندش هم براتون بررسی کنم، که ما اولا داریم که بعد از امام زمان افرادی به حکومت میرسن و احادیثی که غالب احادیث که جوره اینه که اون افراد خود کیان؟ اهل بیتن، که دوباره چیکار میکنن؟ رجعت میکنن. ما میگیم و عجل فرجهو ها فرجه هم، ما افرادی داریم ذکر میکنیم، روایت متعدد داریم. اینها مدعیان این جریان به باب خلفاء المهدی و اولادهی در بهار الانوار اشاره میکنن، جلد 53 بهار میشه، که طبق یکی از اون احادیث اینه پیامبر به 12 امام معصوم شیعه وصیت میکنه که بعد از ذکر امام زمان میفهمه ثم یکون من بعده 12 مهدیا، میگه بعدش 12 تا مهدی، وقتی که اینجا میمیره اون آخریه او رو تسلیم میکند الا ابنهی به چی؟ پسرش اولل چی؟ مهدی. این که اینا اومدن گفتن این پسر امام زمانه خیلی مسخره است جور در نمیاد، شما خود میپرسی چرا این حماقت رو طرف کرد؟ اگه میگفت من پسر امام زمان نیستم مردم خیلی راحت تر چه بسا
میپذیرفتن، چون میخواست خودشو با این حدیث جور در بیاره. بعد میگن دقت کنید، چون اماما که میخوان برگردن اینا که پسر امام زمان نمیشن که، درسته؟ پس این یکی دیگه است. این شد، یعنی دلیلی که میاد یعنی طرف وقتی میخواد کاری انجام بده معلومه روایات ما رو دقیق بررسی کرده. کافی جلد 1 صفحه 531، امام باقر 12 امام از آل محمد محدثند، محدثند از رسول خدا و فرزندان علی هستند. پس به وصیه 13 هم اشاره شده. خب اولا از هیچ کدوم اینا وصایت بیرون بگی نمی، کجا گفته وصی؟ اینا میخوان به زور، چون گفتم میگن فرستاده امام زمانه و وصی امام زمانه، این لاماهی لفظ وصی هم جا کجا گفته وصی؟ جمع کن بگو. در اصول جلد 532 میبینید صفحه 531 532 یک بخشی از اصوله که به این احادیث داشته اشاره میکرده، میگه حضرت امیرالمومنین خطاب به یک یهودی گفت به درستی که برای این امت 12 امام هدایت کننده از ذریه نبی و آنها از من هستند، چون گفته از من 12 تا و با خودش میشه 13 تا، اما این 13 امام من خدمتتون رسونم. هیچ یک از علمای شیعه تا الان ادعا نکرده که ما چند تا امام داریم جز یک نفر، هبت الله احمد ابن مفید، احمد مفید، که خود نجاشی در رجالش درباره او اینو میگه، میگه او هم صحبت و هم مجلس با ابوالحسین ابن ابی شیبه علوی زیدی بوده و برای او کتابی تألیف کرده است. او امامان را 13 نفر شمرده، خوب دقت کنید، برای این که خوشایند او قرار گیرد، چون او زید ابن علی را هم به امامان اضافه کرد. او ناراحت نشه من زیدم میذارم تو امام، اون که خودش چه ملعونی بوده این. خب حالا نجاشی خوب بهش گفته ها، یعنی ببین چه دکون دستگاهایی. نکته جالب بهتون بگم، الان همین وهابیا رو همین دست گذاشتن. حواستون جمع بکنید، این یه مورد، این تموم میشه میره، شاید هم همین الان مرده باشه. خب برای بعدی آماده باشید، تیزتر حواستون جمع باشه. بعد شما میگه خب من از کجا باید بدونم؟ منم هم همینا بهتون میگم، بری سراغ کسی که میدونه. شما که حدیث سر در نمیاری، منم سر در نمیارم، میری سراغ کسی که میدونه. کی میدونه؟ متخصصین این امر. بری سراغ مراجع. ایشون ادعای بعدیش اینه که علم الحروف میدونه، با علم ابجد میتونه حساب بکنه. خب اینا احتمالاً مال همون دوره‌های ویژه‌ای که فرستادنش رفته یاد گرفته اول این بحثا. علم الحروفش هم من دو سه جا رفتم دیدم مسخره مزخرف بود. ما چون روی همین جاماتری یهود کار کردیم، همین ابجد حواس حتی کلمه صرف از قرشت، این مال یهوده تا اینجاش 22 حرف عبریه. خدمت شما عرض می‌کنم اینم نگاه کنیم دریوری آورده بود. ستاره داوود نشان اصلیش عرض کردم، در مورد ستاره داوود چیا میگه که این نام پیامبر آتش نواد بزنید. ایشون ادعا کرده بقیت الله هستش، بقیه آل محمد، رکن شدید، المؤید بالجبرئیل، المسدد بمیکائیل، المنصور باسرافیل. بعد به مردم عراق هم گفته من عین مسلم ابن عقیدم، فرستاده امام زمانم، اومدم سراغتون. شما هم عین همو کوفیا به من جواب نمیدید نامردا. خب ببین چیکارتون کنم. کشور فتنه ها به عراقی ها میگه هر وقت پیامبری یا وصی در عراق مبعوث شد یا آن را کشته یا فراری میدادن. این آدم خودش گفت ای اهل عراق، برای شما واجب است که وصی امام مهدی را بر حکم عراق تمکین دهید. میگه بیاد من حاکمم کنید تو کل عراق. و برعکس آن سرپیچی از امر امام مهدی محمد ابن الحسن نکرده اید و پدرم امام مهدی محمد ابن الحسن مرا امر کرده که به سرپیچ کنندگان جز شمشیر و مرگ زیر سایه شمشیرم ندهم. دشمنی با علما مراجع دینی علل خصوص با آیت الله سیستانی و جمهوری اسلامی مشکل داره. عجیب مشخصه دوتایی که جلوی این امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها چی ایستادن. جدی صریحا میگه ما آمدیم تا وساطت علما بین مردم و دین و خدا رو کلا حذف کنیم. دستور پنجم ایشون اینه، دستور به ترک تقلید داده از وصی و فرستاده امام مهدی برای کل مسلمانان در مشرق و مغرب زمین. حالا امام هادی چی فرمودند؟ خوب گوش کنید. اگر علمایی که در زمان غیبت به سوی او مردم را راهنمایی می‌کنند نمی بودند یا نباشند، هر آینه کسی نمی‌ماند مگر اینکه از دین مرتد شود. خب من حرف امام هادیمو گوش کنم یا مزخرفات توی مردک؟ سوء استفاده از احادیث مدنی و برداشت‌های ناسحی از روایات، راه اندازی تشکیلات و حرکات حزبی از نروژ و سوئد که این کشور اروپایی بلند شدن رفتن تو بوجنورد، طرفدار امیر احمد الحسن یمانی پرزنت کردن اونجا رو دوباره برگشت. در اهواز دارن کار میکنن، تو مشهد من خودم نشسته بودم توی حرم، تو حال خودمون بودیم. بعد ای اومد کنار ما نشست و این کاغذ موغذ به ما داد، بدبخت نمیست به کم به طور کم قرده. این تشکیلات و حرکات حزبی دارن تو ایران علل خصوص دارن کار میکنن، تو دو تا شهر ویژه خوزستان و مشهد.
استفاده از زور و فعالیت‌های نظامی در پیشبرد اهدافشون، شبکه سازی کردن، اسلحه دارن، تا حالا چندین بار درگیری‌های جدی تونستن سرتیپ بکشن تو عراق، فرمانده اطلاعات جنوب عراق تونستن ترور کنن. پیشگویی سقوط صدام، یکی از دلایلی که میگه من یمانیم، میگه من پیشگویی کردم صدام. اولا این اثبات شده بگید نیست. دو، اگه اینجوری بود از تو خیلی جلوتر یمانی کی بود؟ امام خمینی بود. چون امام خمینی خیلی زودتر از شماها پیش بینی کرده بود که صدام رفتنی است. شدیداً ایشون داره توسط وهابی‌ها حمایت میشه. دلیل براتون دارم. توی یکی از برنامه‌هایی که شبکه ماهواره سلفی از صفا پخش کرد، یک شخص مصری غیر معمم کوچلواری به نام عبدالعال سلیمه یا سلیمه به دروغ به عنوان یه عالم شیعه آوردن معرفیش کردن، گفتن نماینده شیعیان. میدونی چی گفت؟ گفت جریان احمد الحسن الیمانی جریان حقیقی مهدویت. درگیری های مسلحانه که این فرد داشت ارزم تمام. جریان آموزشی را انداخت در باغ‌های الاماره و مناطق الفاس و تیره به انواع سلاح‌های اهدایی. کی به اینا سلاح می‌رسونه؟ سلاح‌های خاص. یکی از آموزش‌هایی که به افرادشون می‌دادن آموزش سربریدن افراد بود. عین وهابی‌ها. سرتیپ عبدالکریم خلف مدیر مرکز فرماندهی نیروهای ملی در وزارت کشور عراق طی یک نشست مطبوعاتی مهرماه گذشته گفت، گوش کنید، گروه تروریستی جندالسما مال همون زرگاوی که رفیق این بود مرد با برخی سیاستمدار عراقی در ارتباط بوده، با بعثیا و با سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان در ارتباط بوده و پول هنگفتی دریافت می‌کرده است. این خبرگزاری العالم ببین چی میگه. در بخش عربی خود از قول رئیس کمیته تحقیق دولت عراق که برای تحقیق و تفحص به جنوب اعزام شده، گفت در تحقیقات اولیه از این گروه مدارکی به دست آمده که ارتباط آنان را با اسرائیل نشان می‌دهد و هدف این گروه را ایجاد فتنه و جنگ داخلی بین گروه‌های مذهبی عراق اعلام کرد. هر دو جریان از پشت پرده توسط رهبری واحدی اداره میشن و ادعاهای عقیدتی آنها غیر واقعی است. بعد از حادثه همین جریانی که اتفاق افتاد، خود یمانی که اونو گرفتنش و کشتنش، یمانی فعالیت سریشو شروع کرد. با سرکوب قیام الگرآوی در منطقه از زرگه نجف، یمانی تصمیم گرفت در عاشورای 1429 قیام کند. اما یک ماه پیش از وقت مقرر با دستگیری 40 نفر از پیروانش در نجف تواناییش کاهش یافت. این گروه برنامه داشت تا روز تاسعا قیام کند و زائرین حرمین امام حسین و حضرت عباس را قتل عام کرده و دو حرم مقدس را به اشغال درآورد. سپس با رهبری شخصی دارای سابقه بعثی بودن به نام سید حسن الحمامی به سوی نجف حرکت کند و مراجع دینی را ترور نماید. سپس با شخصی، گوش کنید، به نام ابن بثینه به عنوان امام زمان بیعت کند و فعالیت آنها به سوی بصره و ناصریه کشیده شد. این گروه در ساعت 9:30 صبح تاسوعا فعالیت خود را با حمله به حیات عزاداری در بصره آغاز کردند. کسی که به هیئت امام حسین حمله کنه دیگه چیه؟ پلیس نجف و اشرف 45 نفر از عناصر مسلح گروه یمانی را تحت عنوان انصار المهدی، تو اینترنت هم با همین عنوان اینا مهدیین یا انصار المهدی میان، علی خصوص انصار المهدی میان تبلیغ میکنن، از جمله 15 نفر از رهبران و فرماندهان این گروه دستگیر کردن. که خیلی خوب شد معاون این احمد الحسن تو اینا بود. حسن الحمامی بعد از دستگیری اعتراف کرد که اعضای گروهش قصد داشتن روز عاشورا مراجع دینی و هیئت‌های حسینی را مورد هدف قرار دهن. وی در کنفرانس خبری گرفتن، کشوندنش، آوردنش، گفتن حرف بزن. و طی اعترافاتش گفت این گروه دارای طرفداران است و هدف آن حمله به مرجعیت و دیگر علمای دینی و از هم پاشیدن اوضاع امنیتی عراق است. وی افزود خزینه‌های ما، خزینه‌های مالی ما از کشورهای خارجی به ویژه امارات تامین می‌شود و شعار ما ستاره داوود است. چند روز بعد از حادثه یمانی، پایگاه خبری ملف پرس از خبرگزاری‌های معتبر در عراق در خبری فاش کرد که احمد الحسن الیمانی بعد از حادثه بصره و ناصریه به کشور امارات متحده عربی گریخته و در دبی ساکن شده است. یه حدیث از آقا امیرالمومنین بخونم، خیلی جالب الان تمام. حضرت توی کتاب معروف الملاحم داریم ما، باب السادس و الثلاثون الملاحم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر، حضرت امیر می‌فرماد که از اولاد من هیچ کدوم قبل از مهدی هر کدام آمدن دروغ گوان. میگه و یخرج دجال من دجله البصره، میگه دجالی از دجله بصره خروج میکنه و لیس منی، او هیچ ربطی به من نداره و هو مقدمه دجالین کلهم، تازه اون مقدمه دجالینه. این آیه احمد الحسن بیشتر با ایش باحت داره. میرین دارن چیکار میکنن؟ هی امام زمان قلابی، امام زمان قلابی میاد که وقتی اصلی اومد شما چی بگی؟ بگی ای بابا اینم دکون دستگاست.